بسم الله الرحمن الرحیم. این فقه دوم روایت معراج رو چند جلسه است داریم درباره صحبت میکنیم. عبارت این بود که عرض کردن از قسمت های پیچیده و مشکل حدیث معراج فرمود که یا احمد وجبت محبتی للمتحابین فیه، واجب است محبت من بر کسانی که در راه من به یکدیگر اظهار محبت میکنند و یکدیگر را در راه من دوست میدارند. و به دنبالش دنبال عبارات که دیگه ترجمه نکنم زمان نگیره، وجبت محبتی للمتعاطفین یا للمتقاطعین فیه تا آخر. دو نکته رو دفعه گذشته اشاره کردیم. یکی لغت وجبت بود در جلسه قبل که ماحصل این شد که معنای وجبت یعنی استقرار و لزمت، پس وجبت محبتی یعنی استقرار و لزمت محبتی للمتحابین فیه. این یک نکته. دومی که جلسه قبل اشاره شد، عرض شد لغت محبت از ماده حب به معنای اون تعاطف و اون تمایل محبوب به محب یا محب به محبوب، فرق نمی کنه، حالا در معنا میگم به این معنا آمد. ما خب با اون مشتقات مختلفی در کتاب های لغت آمد، یک معانی لطیفی از ماده محبت در آمد که به اختصار اگه بخوام اشاره کنم، یک انعطاف کامل و شامل از خود لغت در آمد به این معنا که حب و قربه یعنی پرشدن مشک، یعنی اون آب تمام فضای اون مشکی که پر میکنه گفته میشه حب بده اون. پس بنابراین معنا میشود کسی که قلبش مکان محبت محبوبه، یعنی این قلب پر شده. این خود لغت این معنا رو میدهد، نه اینکه ما با یک معنای دومی بخوایم بگیریم. این یک. و ثانیا معنای دوم سیراب شدن و اشراق اون مکان محبوب است. لذا اگر در باب آب به کار برده می شود گفته می شود احب البعیر یعنی لزمه و استقرت، و بعد اون شطور انقدر کنار برکه می ماند که سیراب می شود، که استقبال جلی مزایای شریفه و عشق و موفی قلوب به همال اج که پروردگار محبت گوساله رو تعبیر می فرماید به اشراق، یعنی قلب بنی اسرائیل اشراق شد از محبت گوساله. و این اشراق در جایی به کار میده که اون هر جایی قلب رو که انگوش بذاریم که انه هم مثل یک زمین باطلا که هر جایش رو انگوش میذاریم که انه هم روی آب انگوش گذاشتیم، هر جا روی آب رو انگوش میذاریم مثل اینکه روی باطلا انگوش گذاشتیم. تفکیکی به یک دوتا نیست. لذا در آخر جلسه قبل عرض کردم که در تفاوت میان مقام خلیل و حبیب رو همین نکته لغوی تکیه شده، که خلیل ولو که به معنای در هم پیچیدن است، مثل در هم پیچیدن لایه های دو شیء متفاوت که لابلای هم میره، مثل کتاب رو شما در لابلای کتاب چیزایی بگذارید، ولی باز یک نوع بینونتی بین اینها فرض میشه. اما در باب حبیب به دلیل همین آیه شریفه عشق و فی قلوب هم العشق و به دلیل معنای لغت اینطور میشود که حبیب به این معناست. اگر معنی صفت مشبهه بگیریم، اگر معنی صیغه مبالغا بگیریم، همین معنا رو میشه بهش استفاده کرد. صفت مشبهه بگیریم، حبیب میشود اون کسی که دائما ملازمت دارد و به یگانگی دارد، به گونه‌ای که تفاوتی بین حبیب و محبوب در مقام محبت نیست. اگر حبیب و صیغه مبالغه بگیریم، یعنی شدت اون ملازمت و شدت در هم پیچیدگی حبیب و محبوب. علی حال حبیب فوق محبوب است به این دلیل. این محصل عرایض قبل. اما خواهش میکنم این جلسه رو خیلی دقت کنید، چون نتیجه گیری بحث قبل یه پیچیدگی هایی هم این جلسه داره که این پیچیدگی ها رو دلیلش هم عرض میکنم چرا وجود داره. لذا بحث این جلسه یه مقداری طورش و بحث جلسات قبل فرق میکنه. لذا عزیزان سعی کنند با بنده همینطوری که میان جایی نمونن، اگر موندن هم عیبی نداره، حالا یا نوار میشونن یا هرچی، باز گیر نکنن، میان که مون بتونیم نتیجه بگیریم بحث رو. علت پیچیدگی بحث محبت هم اینه، خوب دقت کنید، من از اینجا آغاز میکنم.
ببینید یکی از لغزشگاه‌های فکری انسان در مسائل عقلی اختلاط اعتباریات و حقیقیات، یعنی وقتی که انسان وارد یک بحث عقلی میشه باید ذهنش رو از تمام مسائل اعتباری که در بیرون معمولاً عرف زمانه ذهن رو آلوده کرده باید آزاد بکنه. وقتی آزاد کرد ما هم هستیم و این معنایی که این لغت بار این معنا رو میکشه، خود لغت مثلا موضوعیت نداره. مثلا شما نگاه کنید، ما میگیم بلا تشبیه ها، من چون این لغت در روایت هست میگم، مثلا ما میگیم مستراح. مستراح برای ما یک معنای مشمئز کننده است. چرا؟ چون اصطلاح شده برای مکان خاص، در که در روایت اینطور نیست. شما حدیث به اصطلاح مصباح و شریعه رو نگاه کنید، میفرمید قال الصادق علیه السلام انما سمی المستراح و مستراحن لاستراحت الانفس من اسقال النجاسات و ارجاس الکسافات. ببینید اشاره به معنای اصل لغت شده که مستراح در عرف لغت مستراح نامیده شد، چون انسان در آنجا از کسافات و اسقال نجاسات یعنی ثقل آلودگی ها آزاد میشه. ببینید لغت چون شایع شد اعتبارا میان ما به جای کثیف و نجس، تا شما اسم مستراح میشنوید یه حالت اشمئزاز بهتون دست میده، اما وقتی به اصل لغت مراجعه میکنید یعنی مکانی که انسان طلب راحتی میکند، لذا در همون جا دارد که والآخرت و مستراح العارفی، در همون دنباله همون باب مثلا آداب مستراح، والآخرت و مستراح العارفی، آخرت محل راحتی و آسایش عارفه، دنیا محل قضیت، محل اسقال، محل حمل ثقل، بالاترین ثقل هم ثقل بدن. من لذا میخوام بگم مشکلی بحثای عقلی این است که معمولا در بحثای عقلی اعتباریاتی که لازمی زندگی اعتباری دنیاست اینقدر هجوم میاره به مغز ما، پیش از اینکه ما بخوایم خودمون رو آزاد کنیم از اون موانع اعتباری تا بتونه ذهن آزاد در مسائل چیزی فکر. بذارید یک مثال فقهی هم عرض کنم که اینم بد نیست چون استفاده اخلاقی ازش میکنم. مشهور در عالم فقه میگن در باب منزوحات بر، منزوحات بر الان تو رساله ها نمیارن چون مبتلا به نیست، اون وقت یک باب مفصل فقهی بود در باب منزوحات بر که اگر یک نجاستی در داخل چاهی افتاد، برای اینکه این چاه پاک بشه چون به مادهش مثلا مرتلطه، این چقدر از این چاه باید آب کشید. وقت بحث میکردن مثلا اگر فضله حیوان افتاد این حیوان چی باشه، بعد خود حیوان افتاده در چاه مرد، حالا این حیوان چی باشه، موش باشه، سوسمار باشه، بعد همینطوری میبودن کم کم بالا تا خب چاه‌های بزرگ گاهی اوقات بود توش حیوانات بزرگ میافتادن، شتر میافتاد، گاو میافتاد، گوسفند میافتاد. بحثی بود در فقه تحت عنوان منزوحات بر که اگه حیوان در این افتاد و مرد و میته شده شد نجس شد، چقدر چند دلو آب از این چاه بکشیم این چاه پاک میشه. درست شد؟ بین آقایون علما اختلاف. مشهور مرحوم علامه حلی در تنظیم بحث‌های فقهی خودشون رسید به باب منزوحات بر. خب ببین بحث منزوحات بر یک فکر آزاد میخواد، به چه معنی میشه هر بحث دیگه فرق نمیکنه، ولی به این معنی که من وقتی میخوام راجع به این موضوع فکر کنم ذهنم راجع به مسئله شخصی یا مصداقهای شخصی نباید باشه، چون در نظریه‌ام اثر داره. لذا ایشون داره مشهور آره که هر وقت میخواد فتوا بده ذهنش میاد به چای خونه خودش. خب اون وقتا تو خونه یه چاه داشتن خیلی ارزش داشت، تو همه خونه ها چاه نبود، معمولا دلو دلو آب میکشیدن در همسایه‌ها هم دادن، حالا کسی تو خونه چاه باشه دنیا قیمت که یه چشمه آب تو خونه‌اش باشه. تا هم میخواست فتوا بده که برای اینکه این چاه پاک بشه چند تا دلو دلو آب کشید، یادش میفته تو من این فتوا رو دادم اول از همه چای خونه خودمونه، که چای خونه خودمون حالا مثلا من یه وقتی موش بیفته فتوا میباشه 10 دلو آب بکشم 20 دلو 20 دلو سخته، نمیتونست فتوا بده. معروفه که ایشون دستور داره عمل و انکره چای خونه خودشو پر کرد بعد فتوا داد، در اینکه ذهنش از مصداقهای اینی آزاد بشه. بعد این
رسم شده بین فقهای اصطلاحی شد که آقا اگه میخوای یک نظریه اجتماعی بدی یا یک نظریه عمومی بدی، اول چاه خودتو پر کن که ذهن آزاد باشه. در این بحثای فقهی خب کاملا مساحت‌های عینی اجتماعیه، اما در بحثای عقلی وقتی انسان میخواد نظریه رو بررسی کنه باید ذهنشو از تمام اعتباریات اجتماعی خارج بکنه. در بحث محبت خیلی مشکل انسان بتواند بحثای اعتباری در محبت رو خارج کنه. اول چیز که تو محبت تو ذهن شما میاد، حالا محبت‌های جنسی و بسته حیوانی رو بذاریم کنار، حداقل محبت انسان به پدرش، به مادرش، به استادش، به نمیدونم همشهریش، به ملیتش ذهن میاد. نمیتونه انسان خودش آزاد کنه. لذاست کار ارزیدن پیچیده است. و حالا تو این بحثی که من وارد میخوام بشم، میخوام اصلا شما آزاد از بحثای اعتباری پیرامون محبت یک بحث عقلی درباره منات محبت بکنیم. پس بحثم رو الان آغاز میکنم. اینها همه مقدمه برای ورود بحث. بحث چی هست این هست؟ خوب دقت بفرمایید. عرض من از جلسه پیش این بود که اصل محبت یعنی اشراب یک شیء از شیء دیگر. کما اینکه در اشراب زمین از آب فرمود اشرب فی قلوبهم العجب، یعنی در واقع پر شدن یک چیز از چیز دیگر رو ما با ماده محبت به کار می‌بریم. این مطلب اول. وقتی که این شد در عرف لغت، لغت شناس میخواد اینو ترجمه کنه، نمیاد اشراب رو معنا کنه، چون در اشراب ماده آب تو کار میاد، در محبت آب تو کار نیست. ناچاره با یک لغت این معنای شدت و علقه رو برسونه. نگاه کنید کتابای لغت رو، به انهای مختلف این معنا رو اشاره میکنن. اقرب الموارد میگوید که انعطاف الشیء الی شیء. المنجد میگوید که تعلق الشیء الی شیء. در کتابای لغت مختلف دیگه به انهای مختلف یک نوع علقه، ارتباط ریسمانگونه و خلاصه در هم پیچیدگی بین دو شیء رو با محبت معنا میکنه. پس از اینجا در واقع که انهو ما به منات محبتی میخوایم مراجعه کنیم، میگیم منات محبت این است که به یک نوعی بین محبوب و محب یک تعلق و مایی به وجود بیاد. پس تعلق و مایی بین محبوب و محب، ذهنتون نگیره تو بسای مادی ها، ولی از اینجا ما ناچاریم شروع کنیم. میگیم تعلق و مایی بین دو شیء مادی چجوری فرض میشه؟ طبیعی است بین اینکه دو شیء رو با هم با ریسمان گره بزن. ولی سوال ما در این نیست، این خود محبت بود. سوال در منات محبته، چرا این دو تو با هم گره میخورن؟ یه وقت شما میگید این تعلق، تعلق اعتباری است. یعنی چی؟ یعنی این میکروفونی که الان این جلو هستش باید یک ارتباط مایی با این مرکز گیرنده خودش داشته باشه. این ارتباط ما میتونه به انهای مختلف باشه. یه وقت میتونه از طریق سیم باشه، یه وقت میتونه از طریق بی سیم باشه، یه وقت از طریق نور یا طرقهای دیگه. این تعلق ما به این معناست که این میگوید وجود من گتر و جزافی نیست، این وجود من حکمت داره. حکمتش چیه؟ این است که امواج صوتی را من بتونم به یک ترتیبی تبدیلش کنم به جریان مغناطیس یا جریان الکتریستی یا جریان نوری و هرچی. این جریان منتقلش به یک مرکزی که اون مرکز بتونه به یک ترتیبی رو حفظش کنه. این تعلق من است. در لغت ما به این میگیم محبت. این محبت میکروفون به این، چرا؟ چون وجود این بدون اون بی‌معناست. این رو ما گره زدیم به اون یک دلیل. پس به عبارت دیگر منات محبت میشود نیاز محبوب به مذهب، نیاز محب به محبوب. محب کنهو در وقتی به خودش مراجعه میکنه میبینه من بی او یه نقصی دارم. حالا این نقص یا در کمالمه یا نقص در وجودم. یه وقت نقص در کمالمه به این معنا، مثل محبت یک شخص به زینتی که حالا یا به دستش میندازه یا به خانومی که انگشتری چیه علنگویی رو به دستش میکنه، گردنبند که سینه‌اش میزنه، او علاقمند به این گردنبنده. چرا؟ چون نبود گردنبند نقص در کمال اوست، نه نقص در وجود او. این گردنبند اگر به گردنش نباشد احساس میکند اون زیبایی لازم را ندارد.
یا فرض بفرمایید محبت بنده نوعی به لباسم. چرا؟ چون احساس میکنم این لباس من یک کمونی به من اضافه کرده، ساتر من، زیبایی برای من، یا هرچی گرما سرما فلان. حالا چون من احساس نیاز میکنم بدون او یک فقر کمالی در خود میکنم، به او محبت دارم. لذا به محض اینکه این در واقع ارتباط من به نوعی از بین بره، یعنی چی؟ این لباس اون جهت کمالی که برای من ایجاد میکرد دیگه ایجاد نکنم، من محبتم قطع شد. مثلا لباس کثیف میشه، لباس مندرس میشه، لباس پاره میشه، دیگه من این لباس برام زینت نیست، میزمش دیگه. دستمال کاغذی رو دوستش دارم، چرا؟ چون میتونم باهاش دستمو پاک کنم فلان. پاک کردم دیگه دستمال کاغذی به درد من نمیخوره، محبت من قطع شد، میزمش دیگه. پس حتی در تعلقهای مادی منات محبت برگشت به نیاز. حالا یا این نیاز در کمال یا در اصل بحث که بودید، ما اصولا بهتون باشه در مکتب حکمت متعالیه بنده نمیخوام بگم، یعنی نمیخوام از حکمت متعالیه در اینجا استفاده کنم، ولی بین و بین الله وقتی ما در بصلاح طریق توحی بحث میکنیم، منات اتصال و ارتباط برگرد وجود میگرده. حالا اگر در حکمت متعالیه ما معتقد به اصالت وجود باشیم، امکان ندارد هر نوع ارتباط حقیقی، نه ارتباط حقوقی و اعتباری، هر ارتباط حقیقی برگرد وجود است. شما اگر پای وجود رو اینجا قطع بکنید، کنه ارتباط حقیقتاً قطع شده. ولی ما چون در ظرف جامعه گرفتار ارتباط‌های اعتباری هستیم، مثل ارتباط مالکیت و مملکیت، ارتباط ریاست و مرعوسیت، ارتباط فرض فرمایید تعریف‌های اجتماعی مثل حقوق، عجیب مسئله حقوقی، مثلا جریمه. مثلا فرض فرمایید من مالک این ماشین هستم، مالک این ماشین هستم به این معنا که این ماشین حق تصرفش به من اختصاص داره، به ماشین علاقه من میشه، در حالی که ماشین وجودن هیچ ربطی به من نداره، منم وجودن هیچ ربطی به اون ندارم، اما تعلق به اسلام محبوب و محبی پیدا میشه. خب این تعلق چرا؟ چون فکر میکنم فقط من میتوانم از این ماشین استفاده کنم. حالا اگه ما این فردا رژیم برگشت، رژیم شد رژیم کمونیسم، تمام ارتباط‌های اختصاصی قطع شد. ببینید ماشینی که تو دیروز من بهش خیلی علاقه داشتم، حالا خراب بشه، نمیدونم واژگون بشه، برام هیچ مهم نیست. چرا؟ چون این مال من نیست. ببینید ماشین همون ماشینه، منم همون منم، ارتباط اعتباری قطع شد. این در ظرف اعتباره. اما اگر آمدیم ما در ظرف وجود قرار گرفتیم، خوب دقت کنید، یعنی رابطه بنده با یک شی ارتباط حقیقی بود، نه حقوقی. محبت هم محبت حقیقی است، نه حقوقی. محبتی است که به کنه وجود من ربط داره، دیگه با تغییر رژیم، با تغییر قوانین. شما در نظر بگیرید مثلا فرض کنید الان این منزل، این حسینی که توش هستی مال من بود، علاقه دارم بهش، خراب بشه زود عمله فلان، حالا میخوام خیابون رد کنم، از فردا شهرداری بگو با کل کسانی که مالک این منطقه فلان هستن تا فلان تاریخن، از اون تاریخ ما خود به خود مالکیت اینا ملغا، مراجعه کنن به شهرداری، بهشون میخوام یا پول بدیم یا زمین دیگه بدیم، دیگه برای من اینجا هیچ ارزش نداره. چرا؟ چون رابطه من حقوقی بود، نه حقیقی، اعتباری بود. ولی آیا به این معنی هست که من بهشون اونطوری بگم؟ خوب دقت کنید، رابطه من و گواهی نفسانی هم حقوقی است یا حقیقی؟ رابطه من و کمالات نفسانی هم، یعنی علم من، حیات من، شعور من، قدرت من، سمع من، بصر من، همطوری بیاد دیگه حقیقی و حقوقی نیست. نمیشه قانون عوض کنیم که آقا از فردا دیگه فلانی حیات ندارد، حیات حقیقی ها، نه اینکه الان کسی بکشنش، نه، حیات حقیقی، حیاتی که با روح انسان ارتباط داره، حالا این جسمی مدتی با این اونا، نه، حقیقی.
از اینجا پس نتیجه میگیریم، یک نتیجه اصلی به عنوان اصل بحثی که امشب میخوام ازش نتیجه که اصلی میگیریم، با اون این که اصل محبت دائر مدار خلق است. یعنی اولی ترین و اصیل ترین محبت هر موجود به خالق خود است و محبت خالق است به مخلوق خودش. به عبارتی دیگر ما یک محبت تکوینی داریم و یک محبت تشریعی. اصل محبت که محبت تکوینی است و محبت تشریعی تشعشع محبت تکوینی است، اصل محبت تکوینی دائر مدار وجود است و محبت تکوینی که دائر مدار وجود است دائر مدار خلق و خالق و مخلوق است. امکان ندارد کسی به خالق خودش عشق نورزد و امکان ندارد خالقی به مخلوق خودش عشق نورزد. شما تنزل یافته این محبت در عشق مادر به فرزندشون بود. چرا؟ چون مادر تقریبا تازه باز میشه گفت اعتباری، چون خالق فرزند که نیست، مجرای وجودی فرزنده. ولی شما چه عشق مادر به فرزند داشته بود؟ در حالی که بعد از خلقت فرزند مادر بمیرد یا فرزند بمیرد هیچ اتفاقی نمیفته، او برای خودش وجود مستقل داره، اینم وجود مستقل برای خودش داره، ولی کأنه مادر فرزند رو پاره تن خودش میدونه، پدر فرزند رو پاره تن خودش میدونه. ببینید این تنزل یافته و لذا حالا من روایت این باب رو بذارید، من یکی تو براتون تو همین باب بخونم. استدلال روایی نمیخوام خدمتتون بگم، ببینید بحث عقلی بوده ولی معیدش رو از روایات میخوام بگیرم، لذا خدشه در روایات هم اگر بشود اصل بحث بنیان عقلی داره. برید روایتش رو نگاه کنید. این روایت که عرض میکنم بله مدرکش رو ننوشتم متاسفانه، ولی ظاهر اینو بنده عموما اینها رو از میزان حکمت میگیرم، ولی این ظاهرا روایتش در بهار در اصول کافی هم دیدم شبیه روایت این است. میفرماید از امام باقر علیه السلام است، میفرماید ان الله تعالی اشد و فرحن به توبت عبدهی، خداوند خوشحال می شود از اینکه یک بنده گناهکاره. چون ما همیشه فکر می کنیم خدا بنده های خوبش دوست داره، بنده های موحدش دوست داره، نه، خدا همه بنده هاش دوست داره، حتی کفار رو، حتی منافقین رو. به لحاظ تکوینی اشتباه نکنید، این که از این اعتباریات بعد یه چیزی نگید خدا یزیدم دوست داره. یزید اعتباراً به واسطه عمل شد یزید، به واسطه تکوینش مخلوق. اللحاظ مخلوق بودن با یه سنگ، با یه درخت، با یه نمیدونم حیوان بر و بحری فرق نمی کنه. من مثال های اولیاء الهی نستم، چون اونها هم باست به لحاظ تشریعی در مقام بالایی هستن، مثال های عادی زدم. او لذا در باید دارد که ان الله یوعظو به اصطلاح یحب رجلن یا مثلا فلان و یوعظو عملن، خدا گاهی اوقات یک کسی دوست داره عملش رو بدش میاد. این به لحاظ تکوین. پس بنابراین از اینجا میخوام بگم بحث عقلی شد اینطور میشه، خدا همه بنده هاش دوست داره، لذا اون بنده ایش که به لحاظ اعتبار و عمل از او دور افتاده، حالا شما بیاید یه کاری کنید که این بنده قهر کرده با خدا، با خدا دو مرتبه آشتی کنید. روایت نگاه کنید، میفرماید خداوند خوشحالتر میشود به واسطه توبه بندش از این که این مقایسه ها رو دقت کنید، من رجل ازل راهلته و زاده. اون وقت وقتی میخواستن برن مسافرت، خب با شطور میرفتن، با اسب میرفتن، با الاغ و قاطر اینها میرفتن، تنهایی هم که هیچ جرأت نمیکرد بره، خب تو بیابونا دوست بود، راهزن بود، فلان قافله رو معطل میشتن، مثلا یه سردار یه قافله سالار بود میگفت من مثلا ماه آینده فلان تاریخ میخوام این سفر خطرناک رو برم، طرف با اینکه لازم بود بره با صبر میکرد، یک ماه منتظر قافله سالار میشد که حرکت کنه. این قافله سالار خب 50 تا 60 تا 100 تا شطور رو راه میداد، وقت محافظ داشتن، سپاه داشت، مسلح داشتن، آدمایی که از قافله رو کنترل می‌کردن. بعد این آدم خب سفر یک ماه است، کسی رحم نمی‌کرد،
الله رحمت میکنه در بزرگی ما رو تو حاشیه بهتون بگم سفری رفتم مشهد، ایشون گفت تو مشهد قافله بود، تو مشهد می‌خواستیم بریم همین بین راه رسیدیم به شاهرود، نه شاهرود کجا تو منزل‌های بین راه یکی از هم سفری‌ها بیمار شد، حسته گرفت، اما اون وقت مثلا حسته وبا، یعنی آب آلوده می‌خوردن بین راه چی شد اسهال استفراغ و قافله، حالا 100 تا 200 تا قافله می‌خواد بره منتظر این بنده خدا، یه روز دو روز به تغییر حالا خدا رحمت عزیزمون گفت نه میمرد که معلوم دقتش نه را بیفته هم نه زنده میمونه که مثل بقیه را بیاد، قافله سالار رو یه روز خود نمیشه من قافله رو معطل کرد، آخر سر میگفت ما قبلش رو کندیم خودشی گوش میداره قبلش این فلانی این ما رفت، اگه مرد یه قبل قبل بقل دستت خود من نسوخم، اگر هم زنده مونده که مسیح ما این میخوام میگم این شوخی میاله ما ها داریم شوخی میکنیم، واقعا واقعیتی بود اون زمان، یعنی قافله سر نمیکرد، ولی با این احوال کسی هم به کسی میخوام میگم رحم نمیکرد، بعد زادش رو بر میداشت، راهلش رو بر میداشت، اصلش رو بر مرتب میکرد، نهر میزد، اصل تو را میمون، یه مصیبت، قضاش تموم میشد، یه مصیبت، یه ما دو ما تو را میفرماید اگر بندگی رو کسی باعث بشه و با خدای خودش آشتی بکنه و این بنده به خدای خودش توبه بکنه، خداوند خوشحال تر میشود از اون آدمی که راهلش رو و زادش رو، یعنی توشه راهش رو و قافلش رو در شب تاریک در نیما در میان بیابان قفر بی آب و علف گم بکنه. چون فکرشو بکنیم کسی شب مثلا قافله خوابش بره، قافله بره، قافله رو گم بکنه، اسب و استرش و نیمه‌های شب گم بکنه، ذات و راهلش رو گم بکنه، این چه حالی بشه است؟ بعد یک باره اینا پیش بیاد پیدا بکنه چقدر خوشحال میشه، من تصورش نمیتونه بکنه واقعا. میفرماید خداوند از این آدم خوشحال تر میشه و زاده او فی لیلت ظلما فوجده فالله اشد و فرحم به توبت عبده من ذلک الرجل، اینقدر خدا خوشحال تر میشه، دوست داره خدا از بنده باشه هی نوجده. این یه روایت و یک روایت دیگر تو مرحوم علامه طباطبایی در سوره قصص در زیل این آیه شریفهی که می فرموید خسفنا بهی و به دار الارض در باب قارون می فرموید، خود مرحوم علامه طباطبایی این روایت رو می گوید من از مجموع البیان گرفتم، یعنی اصلش شما در مجموع البیان ایشون اصلی ظاهرن ابن عباس نقل می کنه، روایت این است. من مخصوصا می گم چون در آستان ماه رجبی می خوام یه حال معنوی خاصی هم شما داشته باشه، روایت این است. می فرموید که خداوند بعد از این که قارون این جسارت رو به حضرت موسی می کند که جسارت رو خیلی جسارت زشتی بود، یعنی در میان مخالفین انبیا کسی تا این حد جلو نرفته بود، چون دارد که قارون هم فامیل حضرت موسی بود که ظاهرن پسر خالش بود یا پسر عموش حالا برابر اختلافی کنست، هم از علمای بنی اسرائیل بود، هم حافظ تورات بود، هم خوش صدا بود، به حدی که میگم وقتی با صوت خوش تورات رو میخوند دورش بنی اسرائیل جمع شد. این آدم با این موقعیت در کنار هستی موسی علیه السلام گرفته برمیگرده پشت میکنه و میشه ضد هستی موسی علیه السلام، بعد این ضدیت رو با اون شیطنت هایی که دیگه خدا نکند که علما شیطنت بخوان بکنن بر علیه امت اسلام دیگه، راه رو میشه در واقع دزد باچرا با اون راه های خاص شروع کرد کارشکنی بر علیه هستی موسی علیه السلام، موافق نمیشد، میشد خب بنی اسرائیل هم بهانه‌جو بودن، کم فهم و بیشعور بودن، سکینه‌گر بودن، در خود آیات شریف نشون میده با خیلی به اصطلاح شایعات درشون مؤثر بود و از این قبیل، تا آنجا میرسد که در روایت دارد که میگوید که یک زن معروفه در میان بنی اسرائیل بود، معروف بود به زشتی، با اون زن شبانه یک پولی رو براش حواله میکنه، پول درشتی، میگه فردا وقتی که حضرت موسی علیه السلام من درس میکنم، اون میگه وقتی موسی اومد برای موعظه قوم من بلند میشم در میان قوم، میگن این حرفایی که تو میزنی موسی برای همه است یا مال ماها است، اگه گفتیش که مال همه است من یه حرفی میزنم شاهد رو تو میگیرم تو دنبال من قبول، او پول قابل توجهی هم به زنی میده، زنی میگه باشه،
فردا میشه دو حضرت موسی مثل همیشه بالای منبر تشریف میبرند و بنی اسرائیل هم دور شروع کنند گزیدن. اتفاقا درباره حرمت شراب و زنا و گناه‌های اجتماعی به شدت از موسی صحبت و یه به بین جمعیت قارون بلند میشه میگه موسی وایس این حرفی داری میزنی مال ماست که خودت هم شاملش میشی. موسی میگه انبیاء الهی از همین مهمتر باید این کار انجام میدن. میگه اینطوره چرا پول اون زنه رو ندیدی؟ همه بعد میگردن زنه محروم از موسی. اینجا بود که یک دفعه اون زن انقلاب بهش دست میده و دارد دست به موسی. اون رو بکن داری که عصبانه میشدن آنچنان برافروخته میشد که تمام بدن ایشون قرمز میشد و سیموهای بدن ایشون برجسته میشد. حتی در خود مسئول بیان داره حالا و الله اعلم این روایات حالا ما میگیم ایشالله روایت ما میپذیریم ولی خب بسیاری ضعیف و سند داره که حتی از سر موهای ایشون خون میچکید و این حد عصبانیت در چهره ایشون ظاهر میشد. زن برافروخته میشد یا موسی شب من پول داده نه تو بری از گناه هستی و این من اغفال کرد به تو اتهام بزن. حضرت موسی همونجور دست دعا برمید اینکه خدا یا بس نیستی به قارون داری موقع برمیدی تو حتی به نبی که تو این تیم اتهام رو بزن. در همونجا خطاب به موسی میشه بعد که ما امر زمین در اختیار تو قرار داده خود گوش میدی که از موسی علیه السلام در همونجا میگه ای زن قارون رو بزنید به خود فرو برد. زن یک بار قارون فرو نمیبره دارد که زمین حالا در یه جا داره تا موج قارون در یه جایی داره تا زانوی پای قارون رو در خودش فرو میبره. قارون میبینه مسئله دیگه شوخی نیست جدی، یعنی زمین رو در خودش بگیرده تکون نمیدونست. شروع کند به ازلاله و توبه و موسا غلط کردن اشتباه کردن ببخشن. موسا با اون عصبانیتی که دیگه تمام پرونده سیاه قارون داشته به چشمش همونطوری مرور میشد که این موجود پریدی که این همه کارشکنی برای امت اسلام کرده فریاد زد زمین قارون فرو و زمین تا کمر قارون رو کرد. قارون گفت ای موسی تو به حق رحیمیتی که من با تو دارم من بیمم. موسا گفت زنی ببرد پروی برد حالا دارد که تا سینه شو گره قسم به رحمیت قارون زنی قارون رو برد در این روایت دارد خطاب شد به موسا علیه السلام ای موسا درسته که قارون قارون ولی اگر اون ازنابه و اون حالی که با تو داشت یک بار به درگاه ما توبه کرده و ما توبهشون نزید بوده که تو به رحیمیت قسم داد توبهشون نزید بوده من میخوام بگم پروردگار اینقدر بنده هاش دوست بوده حتی بنده های گناهکارش در اون حال اضطرار وقتی که دستشون به دعا برمیدارن خدا رحمت کنه مرحوم آقای اندامی کرباسیشون تو همین محله های نزدیک ما بود میگفت یه بچه یهودی وقتی بچه یهودی رو یهودی رو اذیت میکرد میگن یه بچه یهودی به کنونوایی بود اومده بود نون بخره یه آقایی مسلمون ریگ داغ از تنون در اومده بود پشت چیز پشت نون ریگ داغ انداخت تو گردن یه بچه یهودی بچه یهودی گریش در اومد گفت ریگ داغ پشتش رو سوزون داریم حرفا بود دوی طرف خونه شون که مامانش پشتش شروع کرد خب تبل زد دیگه طرف برگشت خونهش دچار مبتلای به دلدرد شدید دلدرد لحظه به لحظه شدیدتر میشه دکتر دوا آقا رو به جملهش کرده خودش گفت من میدونم دردم چی دکتر نمیخوام استفاده کنید برید اسمش آقا رو الان میگفت برید اون بچه یهودیه رو ازش رضایت میتره بگید من یه چی کار بدی کردم میگن دویدن در خونه فلانی گفتن فلانی میگه من حلالم کنم بچه یهودی گفتش والا من حلالش میکنم اما اون حالی که اون موقع نفرین کردم دیگه الان ندارم گوش کنید اون حال اضطراری که تو اون حال من یهودی ها حالا کاری نداری خدا لعنت کنه این صهیونیست ها رو من تناسب نهی به الان ها زهنم اومد میخوام اینکه خدا بر همه پنده هاشو دوست
خوش و باحال اون کسانی که این دوستی رو درک میکنن. ارزمنده اصلش اینجاست، یعنی اون دوستی ارزش داره پیش پروردگار که انشعورن باشه، و الا لا انشعورن همه ما خدا رو دوست میداریم. نه تنها دوست میداریم که عشق میدرسیم، ولی اون دوستی ارزش نداره. دوستی ارزش داره که این حجاب بره کنار، بفهمیم که ما خدای خودمون رو دوست داریم. لذا همه توصیه انبیا و اولیا این است که ما رو از بیشعوری به شعور برگردونن. حالا ادامه عرایزم رو عرض بکنم. پس بنابراین اصل بحث عقلی ما به اینجا رسید که و رحمتی و سعب کلشن، یعنی خالق مخلوق خود را دوست می‌دارد چون خالق است، و خلق و خلق و وجود با محبت پیچیده است. نمی شود موجودی موجود باشد و محبوب نباشد، و نمی شود خالق اشراق وجود به موجودی نکند و خالق مملوک خودش رو و اون عبد خودش رو دوست نداشته باشه. اما اینا همش دار مدار حقیقته، یعنی تکریم با منات هم از خون. میبینید این بحثایی که عرض کردم تو ذهنتون باشه. گفتیم منات محبت دائر مدار وجود است، مذهب میخوام دائر مدار نیاز است، و بالاترین نیاز، نیاز حقیقی مخلوق به خالق خودش. پس در رابطه حقیقی محبت، بالاترین محبت میشه بعد محبت مخلوق به خالق خود و محبت خالق به مخلوق خود. خواهید فرمود چه تفاوتی؟ این بحث دو، بحث سه. خواهید فرمود چه تفاوتی است بین محبت خالق به مخلوق و محبت مخلوق به خالق در دور تکوین؟ به تشریح هنوز وارد نشده، همش دائر مدار تکوین، یعنی حقیقت. میگیم این تفاوت، تفاوت انشعوره و لا انشعوره. یعنی چی؟ یعنی خالق چون به مراتب نازله از خود توجه و اشراف و اشراق داره، به عبارت دیگر توجه علمی خالق به مادون خود بی‌حجاب، چیزی حاجب بین خالق و مخلوق نیست، دون است. یعنی می شود میان مخلوق و خالق حجاب فرض بشه که مخلوق خالق خود را نشناسد، ولی نمی شود خالق مخلوق خود را نشناسد. بلا تشبیه که ان تشبیه هست، بلا تشبیه از جهت حضرت حق عرض میکنم، بلا تشبیه در نظر بگیرید، هیچ وقت نمیشه شما از متخیلات ذهنی خودتون غافل بشید، چون غفلت شما از متصورات ذهنی شما مساویه با از بین رفتن اون متخیلتون، متصورتون. اما اگر برای متخیلتون یک شعور مایی رو شما فرض کنید، فرض کنید به فرض می شود که او از شما غافل بشه، اما امکان نداره چون مخلوق شماست. ادراکاتی در ظرف وجود شما اشراق میکنید، تا ازش غفلت کنید او از این رفته، پس شما دائما متوجه او هستید و دائما اونا رو دوست دارید. پس نمیشود خالق محجوب از مخلوق خود بشود. لذا خالق دائما چون ارتباط وجودی و ارتباط اشراقی به مخلوق خودش داره، دائما مخلوق خود را تکمیلاً دوست دارد، و این دیگه نمیشود به سا حجاب بشه. اما عکسش هست به این معنا که اگر مخلوق توجه به خالق خود داشت، این توجه، توجه محبوبیه، یعنی به محب، به محبوب خودش علاقه مند است، چون انشعوره هست. اما اگر توجه نداشت، توجه نداشت، نه اینکه توجه نداشته باشد، توجه انشعوره نداره، ولی مگه میشه کسی توجه به خالق خودش نداشته باشه؟ چرا نمیشه؟ دلیلش روشنه. ما میشود، خوب دقت به اینا که عرض میکنم و دارم سریع عبور میکنم، اما اینها رو من دیگه موکول میکنم به کتانت و استعداد قوی شما که سریع به من دارید عبور میکنید، ولی هر کس این بحث خودش بحث مستقلی میطلبه. میشود کسی از خودش غفلت بکند؟
یعنی امکان دارد حتی مجانین و دیوانگان، یعنی کسی که حتی عقل و شعور درست صحبت کردن نداشته باشه به دیوانه بگیم تو تویی، میگه بله من منم. امکان نداره حتی مجانین، حالا سویان و بچه هارم که بیاد فرزن از اونها، امکان نداره کسی از خودش غافل باشه. خیلی خوب، من سوال میکنم از شما، خالق انسان خالق ذات و هستی ما هست یا نیست؟ مسلم هست. اگر خالق ما خالق ذات ماست، ما میشود متوجه ذاتمون باشیم و متوجه خالق ذاتمون نباشیم؟ حالا اگر این توجه توجه محبوب و محبی باشه، یعنی من توجه به خود دارم، بیشترین عشق رو به خودم میورزم. عجیب اینه که انسان‌ها به دیگران چه به اقربا چه حتی میل جنسی اول عشق به خودشون می‌ورزن، متفرع بر عشق به خودشون عشق به متعلقات خودشون می‌ورزن. شما هر عشقی رو می‌خواد مثال بزنید، هر عشق، حتی عشق مادر به فرزندش. چرا؟ میگه چون بچه منه، بچه من. تا برسد به اینکه بگیم عشق به خانه، عشق به نمیدونم ملت، عشق به ملیت، عشق به ارث، همش متفرعه بر عشق منه. چون منو وردید نگیر. خب آیا بینونتی بین من و خالق من هست که من بگم خالق من خالق من باشد، در این حال از من جدا بین من و توجه به من نداشته باشه، اشراق به من نکند، افاضه فیض دائما به من نکند؟ پس نمیشود من به خودم توجه داشته باشم، توجه به خالق خودم نداشته باشم. اما چون من توجه به خودم توجه عن شعورن هست، در نتیجه توجه به خالق لا عن شعورن فرض داره. اتفاقا من میخوام امشب به شما عرض کنم توجه به خود هم گاهی اوقات لا عن شعورن میشه. امام امت هم در مصباح الهدایه این مثال میزنن، هم در سر و سلاتشون مثال دارن، میفرمایند شما گاهی اوقات میشود در شدت توجه به یک چیز غیر از خودتون غافل میشید. بعد ایشون اتفاقا داستان میدن، هم در سر و سلات نگاه کنید، در اینجا این داستانشون نقل میکنه. میگه گاهی اوقات پیش میاد که انسان در شدت دفاع از خودش، مثلا یه عده به انسان حمله کردن، انسان دیگه با تمام وجود داره از حیثیت و از هستی خودش و حتی حیات خودش رو دفاع میکنه. تو اون موقع دفاع میکنه تمام هستی که انده و خلاصی در ضربه زدن به غیر. تو اون موقع با آدم شمشیر میخوره نمیفهمه، مشت میخوره نمیفهمه، ضربه میخوره، حتی گاهی اوقات ضربه های کاری میخوره، خون داره فوران میکنه، از خودش متوجه نیست. وقتی که نجات پیدا میکنه میرنش یه طرف دیگه، میبینه عجب اونی ضربه هایی بهش خورده بود همش ضربه های کاری، کارد و شمشیر و نیزه و قمه و این حرف بود، اصلا توجه نداشت. چون یا تو یه بحث های علمی، تو مباحثات شدید علمی، تمام توجه انسان برای اثبات یه مطلبیه، برای منکوب کردن یه مطلبیه، هزار تا اتفاق برای آدم میفته، قلبش چطور میشه، از پشت سر یه دیوار داره خراب میشه، روش میاد یه حیوانی با آدم حمله میکنه، اصلا متوجه نیست. اینها در واقع نه اینکه انسان از خودش غافله، توجه به خودش داره، توجهی به توجه خودش نداره، یعنی متوجه نیست که من متوجه به خودم هستم. دقت میکنید، به اصلاح بهش میگن علم مرکب نه علم بسیط. توجه به خود متفرع بر عشق به خود است. پس نگید اون مادری که بچهش تو آب افتاده خودش رو هم با آب میندازه و بچهش نجات به خودش هم از بین میره، اون لحظه‌ای که داره بچهش نجات میده عشق به خود داره، توجه به عشق به خود نداره. نهایت میفرمایید، پس از اینجا معلوم میشود که محبت اصلی که بیش از عشق به خود است، عشق به حق است. ما اگر توجه به این توجه اون داشته باشیم، میبینیم امکان نداره کسی توجه عشق به خود نداشته، عشق به خود داشته باشه، عشق به حق نداشته باشه. شاهد قرآنیش همین آیه شریفه که عرض میکنم، میفرماید
اون در باب میت میگوید، میگوید میت وقتی رو به قبله میکنن، خب تصور بکنید بیشترین ابراز محبت انسان به یک شخص در هنگام مرگ اون شخص دیگه. بچه هاش دورش میشن، حتی اون بچه هایی در زمان حیاتش ابراز اون محبت تاییده بشه میخواد موقع مرگ بکنه. لذا در هنگام مرگ بیشترین ابراز محبت به میت میشود. آیه شریفه دارد که میگوید و نحن اقرب الیه منکم ولکن لا تشعرون، ما به شماهایی که الان هر کدوم میخواد یه جوری اظهار محبت و نزدیکی به اون میت کنید، ما از شماها به این نزدیک داریم، چون شماها نمیتونید. این تازه محبت ابتدایی است که آیه میفرمید. محبت بالاتر در آیه شریفه و نحن اقرب الیه من حبل الورید میفرمید. ما به رگ گردنمون چقدر عشق می‌ورزیم؟ شما فکر شو بگم به شما بگن آقا به پول مال هر چی هست که شما فکر بکنید بده، ما رگ گردن تو نزنیم، کیه که نده؟ مرتبه بالاتر نهای شریفه ان الله یحول بین المرء و قلب، واقعا هیچ ترجمه نمیشه در نهایه که خداوند بین خود انسان و خود انسان، قلب انسان ترجمه نکنیم، چون قلب انسان این خود من دیگه، انسان بین من و من حائل است. این یعنی چی؟ یعنی از تو نزدیکتر به خود من. خب اگر این معنا رو بگیریم و بعد در کنارش این قضیه رو قرار بدیم که من به خودم بیش از هر موجودی عشق می‌ورزم، اونی که بین من و من حائله، یعنی اونی که از من به من نزدیکتره، من به اون که بیشتر باید عشق ببرزم. همشان بحث عقلی بود. پس نتیجه این شد، نتیجه ازم که دیگه وقت ما محبت دائر مدار وحدت است که نگفتم و الان دارم میگم، هم در لغت، هم در اصطلاح، هم در عقل. پس یعنی چی؟ یعنی محبوب و محب به یک نحوی میخوان با هم متحد بشن. حتی در لسان اعتباری شما هیچ محبوب و محب حتی در عشقهای مجازی رو نمیتونید بگید که محبوب بگه من نفرت به این مرور نمیخوام به محبوبم برسم. نه، همه میخواد، هر محبوبی، هر محبی میخواد بیشتر به محبوب خودش نزدیک بشه، حالا چه مادتن و مکانن و چه قلبن و روحن، و متقابلا بغض و نفرت از بعد برمیخیزه. محبت دائر مدار وحدت است و بغض و نفرت دائر مدار کثرت و بینونت است. یک، اصل وحدت و اصل ارتباط دائر مدار وجود است. پس اصل محبت دائر مدار وجود است و حقیقی ترین محبت ها محبت هایی که دائر مدار ارتباط حقیقی وجودی است. از اینجا اول محبت و اشد محبت ها و بالاترین محبت ها محبت میان خالق و مخلوق است، چون بالاترین رابطه وجودی میان خالق و مخلوق است. چه محبت خالق به مخلوق که محبت انشعورین هست، و چه محبت مخلوق به خالق که میتواند انشعورین یا لا انشعورین باشه. 3-4 سایر محبت ها هر مقدار به حقیقی نزدیک میشود در ذیل محبت به خالق هست. لذا خوب دقت کنید، محبت انسان به اولیای الهی، به ائمه اطهار علیهم السلام، به وجود مقدس امام رسول اکرم صلوات الله علیه و آله، دائر مدار محبت به حق است. چرا؟ چون اونها واسطه فیض از حق هست. ما به اونها عشق نمی‌ورزیم به خاطر اینکه اون مثلا پیغمبر اکرم پیامبر دین داره. این یک محبت سطحی است. ما به پیغمبر اکرم عشق نمی‌ورزیم چون خلیفه مسلمین بوده است. این محبت سطحی است، نمیدید این نیست، این هست و بیش از آن. اشتباه نکنید، ما به امیرالمؤمنین عشق نمیورزیم چون صاحب نهج البلاغه است، این هست ولی بیش از آن.
ما به اینها عشق می‌ورزیم چون اونها انسان کامل هستند، چون اونها واسطه فیض ما به حق هستند. ما هرچی از حق داریم از مجرای بزرگی اونها داریم. شما زیارت سوم مطلقه سید الشهدا رو در همین مخاطب جهان نگاه کنید، ارادت و رب فی مقادیر امورهی تحبت و الیکم و تصفر من بیود. ما جیرخار دامن شما هستیم چون جیرخار حقیم، ولی حق از دامن شما به ما فیض میده. پس اصل محبت اگر به حق است، اون محبت حقیقی از به اهل بیت در ظل محبت به حق است. دو، محبت های ثالث و رابع و خامس تو این ظل میان کنید، یعنی بعد از آن عشق ما و محبت ما به اولیاء و علماء ربانی، چون ما ها نواب اولیایی داریم، ما حقیقت فیض و فیض معنوی میگیریم و اون فیض معنوی رو از پیغمبر اکرم داریم و اون فیض از مجرای امام عصر از طریق علماء ربانی به ما میرسه. لذا از اینجا بینید خیلی از معضلات روایات ما حل میشه. مثلا شما نگاه کنید این که میفرماید که مثلا درباره فاطمه زهرا سلام الله علیها میفرماید و علا معرفتها دارت القرون الاولى، حتی قبل از ولادت حضرت زهرا مثلا عالم در عشق زهرا میگشت. یعنی که متولد نشده یعنی چی؟ حضرت آدم علیه السلام روزه سید الشهدا براش مونده شد، هنوز حضرت سید الشهدا متولد نشده بود، گریه کرد توبهش قبول شد. اسماء پنج تن به حضرت آدم عرضه شد، وقتی اسم سید الشهدا اومد بی اختیار گریهش افتاد. گفتن چرا گریه میکن؟ گفت یا بعد اصلا یا بار پروردگارا این همه اسم محتشون رو این اسم رو من منقلب کرد، همه از زهرا از سده شده متولد نشد. اونا موزنات روایات ماست. چیزی حلی شد تا اینجا که می فرموید این فی قتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تحبت. خب این سوالات ایست من بینید سید الشهدا عشق سید الشهدا رو شما بذارید کنار، ما به عنوان یک انسان عقلی منهای این مسائل اعتباری احساسی این سوال رو جواب بدیم. فکر از جوانای ما دانشگاه سوال میکنن آقا 2000 سال پیش 1300 سال پیش یه جنگی اتفاق افتاد، واقعا هم به فجیع ترین وضع و مظلومانه ترین وضعی یک بزرگواری شهید شد، تموم شد رفت دیگه. خب یه سال گریه کردی، دو سال، پنج سال، ده سال، 20 سال، 50 سال، 100 سال، و چه خبر رو هر سال که میشه محرم گریه میکنیم؟ چه جواب ما داریم بدیم؟ اگر فاجعه است، از این فجایع در تاریخ کم اتفاق نمیفتاد. شما در حمله مغول، یعنی تیمور لنگ در تاریخ بخونید دیگه، در مغول هم می‌نویسن، این که عرض میکنم تردید دارم که در حمله تیمور یا مغول، همین نیشابور میگن خب همینطور خبر میوردن که این داره قتل عام میکنه و میاد جلو. رسید به نیشابور، مرد بودن تا به مقاومت ندارن. در تاریخ می نویسن علمای اصلاح و نیشابور شهر بزرگی بود، دور هم جمع شدن گفتن چی کار کنیم که جلوی همین رو بگیریم. گفتن خب ما توان رزمی که ما نداریم. گفتن بیا از طریق مظلومیت وارد شیم. چی کار کنیم؟ گفتن که تمام بچه های شیرخون گوشتون دار. این فیلی می خواهم بگم فجایع اینطوری در تاریخ داشتیم، چرا فقط نام سید الشهدا زنده بود؟ دارد که گفتن که تمام بچه های شیرخواره شهر رو از مادرها جدا کنیم. یکی بیایید در مدخل شهر، چون شهرها حصار داشت، مدخل داشت دیگه، همینطوری کنار هم بیچید مثل تانکی میخواد بیاد. یه حسین فهمیده ما داشتیم جلو تانک خوابی، اسمش در تاریخ بوده، امام فرمود رهبر ما حسین فهمیده است. اینجوری جلو لشکر حالا یا تیمور یا مغول کاری نداره، بخواد لشکر که میاد ناچر از اون بچه های شیرخواره رد شد. این چه اتفاق میفته؟ اگر اینجا لشکر ایستاد، پیداست یه راهی برای تمام هست. اینو ببینیم میشه کاری کرد، اگر نکار تمام.
لغ میکنن لشکر که ریسید. خب سردار لشکر خوده، حالا کی بود داره مغول نامبر فرماندهشون که بودشون رو بتنید رسید به این. یعنی یک لحظه فکر کرد، فهمید که حرکت چیه، فکر کرد که ام دائر است به اینه که تمام این بچه ها زیر سوم اسوار از بین برن. هیچ حجتی هم در تاریخ نداره که من اینا رو به چه جوری کشتم. و یک شاق قصه این است که از تمام کشور گشایی و این همه فتوحات که داره دنیا رو زیر سر نظر آن، یک لحظه فکر کرد گفت حمله کنید. فکر این حمله دارد در نیشابور حتی گربه ها و سگای شهرهای نیشابور دست داده باشید. فضلا از علما و فضلا و شیخ عطا بر همین حمله به رفته. حالا زنها بماند، بچه ها بماند، بچه های شیرخوار اولین انسان هایی در نیشابور زیر سوم اسوار به رفته. فجایع اینطوری در تاریخ ما داشتیم. یکیش قتل اصحاب الاخدود که خود قرآن میگه زنده زنده زن و مرد توی گودال آتیش میسوزوندن، میخندیدن، پایگوبی میکردن. انار ذات بود آخر. پس من میخوام چرا نام سید الشهدا زنده بود؟ چرا جسارت سید الشهدا عرش عالم رو تکون میده؟ از این جسارت ها به خیلی از دیگران شد چه تکون نداد؟ حساب این حساب سلسله طولی است. یعنی جسارت به یک اولی مثل سید الشهدا جسارت به کل نظام عالمه. لذا شما میگید مرحوم علامه در ذل این آیات عذاب بحث رو از این زاویه وارد میشه که نظام با آدمهایی که با پروردگار و با اولیاء الهی به جنگن، نظام عالم میجنگن. صحبت یه فرد دو فرد نیست. چون میگه تو داری رگ حیات من رو میزنی، رگ حیات من رو میزنی. چرا؟ چون با رگ سلسله فیض وجودی که محبوب القلوب عشق منه تو داری میجنگی. لذا این فی قتل حسین حرارتن فی قلوب المؤمنین، چون حسین است، یه آدم معمولی نیست، یه مظلوم معمولی نیست. نظام کیانی عالم است، محبوب الکل است. لذا تعجب نکنید این روایات رو نگاه کنید. میگه بعد از شهادت امیرالمومنین سنگی رو از زمین بر نداشتن جز که زیرش خون میجوشید. بعد از شهادت سیدالشهدا تا مدت ها میگن در موقع غروب آفتاب خورشید خونی بود، سنگی رو از زمین بر نمیداشتن که از زیرش خون میجوشید. خاک کربلا در خانه کیه صد زنی پیغمبر اکرم بیدن رفت کیه؟ ام سلمه تبلیغ خون شد. این اینا همش با این زاویه معنا داره. و الا ما بخوام یه مار روایت داریم احساس فلان حرف نزن ای بسید شده چسارت کردی، نه چسارت نیست، بحث عقلیه. اگه ما پذیرفتیم در این تفره محاله و نظام آدم اسباب و مسببات میخواد، اول صادر بعد از حضرت حق باید یک موجود باشه. اون کیه؟ مثل آقا هر کس. ما چیکار داریم؟ اسمش هی و سین و نونه یا هی و سین و یه و نونه؟ اسمش ما چیکار داریم؟ اون موجود اول صادره که محبوب القلوب است و محبوب الکل است و جسارت به او جسارت به کل عالم است. اینجوری با بحثت وارد بشیم. پس و لذا جسارت به علمای ربانی. من پرهیز دیدم عزیزان رو، حتی اونهایی که منتصر به علمای ربانی هم رو احتیاط کن. بی خود نیست که میگوین سادات احترامشون لازمه، حتی سادات گناهکار رو ما احتیاط کن. به خاطر جدشون ما احتیاط کنیم، بهشون جسارت نکنیم. مگر یک بیانه ای برای ما قائم بشه، نمیخوام بگم تو بیانه قائم بشه که به قول امام امت و رساله توج و مسائلشون قدنا بود که اگر عالمی رو دیدید که اگر او رو حدق نکنید به اسلام ضربه میخوره حدقش کنید. اون فتواست، چون اهم بود برای ما هست. بله ما احتیاط کنید. او عالمی رو دیدیم امامی به سر هستش، روحانیه، منتصر پیغمبر اکرم، جسارت نکنید تا بعد یک اهمی پیش بیاد مسئلت اسلام و مسلمین. لذا بنده خودم عالم تو حاشیه میگم، خودم اینکه میگم شاهد بودم در قوم اول انقلاب بود، قضیه حزب خلق مسلمان و قضیه آقای شریعت مداری حرفا پیش آمد. امام اون موقع قوم داشت، داشتن بندم اون موقع قوم بودم.
جوانای پرشور و این حرفا تو خیابان قم را افتادن، شعار مرد بر اسم عایشه را بیدن مرد شعار بیدافاد. خب جلوی منزل امام بود دیگه، امام سراسیمه فرمان دادن که مبادا کسی شعار بیشار. نفس شکستن حریم مرجعیت، ولی مرجعی که حالا یه به اسم خبر مسلمان دارن، این شکستن این حریم، شکستن حریم مرجعیت هست، شکستن حریم عالم هست، شکستن حریم حوزه هست. ببینید این حسابش شکستن حریم نماز جمعه هست. ببینید حالا یه امام جمعه یادم فاسدی، من بگم آقا نماز جمعه بد است، شورای نگهبان بد است، اینا رو عرض کنم خیلی مخصوصا برای اولیاء الهی عهد الله، چیزی که در مقام سیر و سلوکه، یعنی زبانش تحت کنترل، چشمش تحت کنترل، هر حرفی دارم من هم به دهنم بر بیاد و فلانی کار بدی کرده من بیام ایران، نه چرا به این دلیل عقلی که عرض کردم. پس نتیجه بگیرم، ببخشید که طول کشید، ولی دیدم اگه بخوام این نتیجه گیری ها رو جلسه بعد بگم، این ناچارم این مقدمه هایی که این دفعه گفتم همه رو دوباره تکرار کنم، بذار شما رو توی مقدرتون کردم. پس نتیجه این شد، اصل محبت حقیقی دار مدار این هاست، و محبت های اعتباری به محبت حقیقی هر مقدار نزدیکتر محبت باقیتر، این مطلع بحث بعدی ما میشه. لذا محبت به مؤمنی دار مدار این محبت که در روایت هم دیگر میخونیم، این بحث دیگه، منات این محبت دار مدار این حقیقته. و در یک کلام که نتیجه بگی همه بحثمه، انسان مسلمان و اولیاء الله آنچه در عالم عشق میورزند به توحید است و ضد توحید در یک کلام. یعنی اگر توحید رو از اونها بگیرید که اندما همین چه گرفتند، اگر به زنش عشق میورزه در ذل توحید عشق میورزه، اگر به بچهش عشق میورزه در ذل توحیده، اگر به دوستش عشق میورزه، اگر به مدرکش عشق میورزه، به اون ورقه دانشگاهش عشق میورزه، اگر به مطبش، اگر به شرکتش، اگر تا برسد به عشقهای حقیقی که عشق به اولیاء الهی، عشق به امام عصر، عشق به فرض بفرمایید که رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه، یا عشق به آثار اینها ظریف شاخص خیلی پررنگ زندگی برای ما ترسیم شد. شاهدش هم همون آیه است که چهار جلسه قبل گفتم روش تحقیق کنید، من فراموش نکردم، فکر نگید آیه ای گفتم وقتش نشد، آیه آخر سوره مجادله، لا تجد قوما یؤمنون بالله و الیوم الاخر یوادون من حاد الله و رسوله ولو کانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم. و زیلش آخر اولئک کتب فی قلوبهم ایمان تاخر. این شاهد قرآنی ماست برای این مطلب. با پروردگارات را به حق محمد و آل محمد قسمت میدهیم، این محبت حقیقی را برای ما محبت با توجه و ان شعورن در زندگیمون قرار بده، خدای ما رو آن گونه قرار بده که آخرین لحظات عمرمون آخرین لحظات اصلی ترین اجتماعی تو باشه، خدای اون لحظه ای که قابض الارواح روح ما رو از ما قبض می کند اون لحظه ای باشد که چهره ما به چهره تو می خندد و گشاده به روی توست. بار پروردگار ما در ما رو در روز قیامت از آن قبیل مؤمنی قرار بده که مشهور این آیه شریفه وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره باشه. بار پروردگار ما رو محبوب خودت قرار بده، بار پروردگار ما رو محبوب اولیاء خودت قرار بده، دایا ما رو محبوب امام زمانمون قرار بده، خدایا آنگونه نباشد که امام زمان ما رو دوست نداشته باشد، خدایا فعل ما رو آن فعلی قرار مده که امام زمانمون به ما بگه ما تو رو دوست داریم اما عملتون دوست نداریم. بار پروردگار ما رو شرمنده امام زمانمون در این ایام قرار مده، خدایا ما رو عصبانی و مرغوز دشمنان امام زمانمون قرار بده، خدایا ما رو آنچنان قرار بده که نفرت تمام وجودمون
از دشمنان امام زمانمون داشته باشه. خدایا ما رو از اون منافقین قرار مده که هم اظهار عشق به اولیاء الهی میکنیم، هم اظهار عشق به دشمنان اولیاء الهی بکنیم. بار پروردگار ظرف عمر ما رو ظرف محبت به اهل بیت قرار بده. دایا ظرف زندگی و جوانی و ظرف فکر و استعداد ما رو ظرف تبلور محبت خودت قرار بده. دایا طول عمر با عزت و برکت و وسعت و عافیت به همه ما عنایت بفرما. خدایا دشمنان خودت رو که امروز دیگه شمشیرها رو از رو بستن و اینا همه علائم ظهور هستا، بهتون بگم بنده شواهد زیادی برای مشهود استادم میفرمودن که خلاصه خودت رو آماده کنید. بنده اینها رو حالا نمیخوام بگم امروز و فردا، از این ادعا اصلا ندارم، ولی آثار ظهور داره کم کم ظاهر میشه. آماده کنیم خودمون رو که اگر زمان حیاتمون تکلف پیدا کردیم به ظهور امام عصر، جزء کسانی باشیم که امام عصر بپذیرن ما رو در رکابشون باشیم. اگر نه مردی، امام عصر در رجعت ما رو جزء یاران خودشون بپذیرن. بار پروردگار رو ما رو جزء بی‌ادبی به ساحت مقدس امام زمانمون قرار مده. خدایا ما رو شاکر نعمت‌های علمای ربانی که این حرفا رو به ما یاد دادن، خصوصا امام امت که بستر این کار رو برای ما قرار داد و شهدا که با خون خودشون این بستر رو برای ما فراهم کردن، ما به شرمنده اینها قرار مده. خدایا ثوابی از این مجلس ما به روح همه رفتگانمون، به خصوص علمایی که حق دارن گردن ما و همچنین صاحب البیت و رفتگان صاحب البیت و به خصوص عزیزی که اخیراً با واسطه از میان ما رفت، خیلی داغ بزرگی بود بر دل پدرش که من واقعا درس گرفتم از پدر که با این وضع فجیعت و پدر در سر جنازش من شاهد بودم، حتی لباس مشکی نپوشید، قطعه اش از چشمش نمی اومد و دائما میگفت من راضیم به رضای پروردگار فدای حسین پیامبر اکرم. خدایا ثوابی از این مجلس ما به روی همه این رفتگان، به خصوص این عزیزمون که دو سه شب بیشتر نیست از فوتش گذشته، واعد و حاصل بفرما. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طاهرین و لا سیما الامام زماننا و اجل الله ما فی فرج امام زماننا الامام حجت ابن الحسن العسکری. اللهم صل علی محمد.